به گفته عوامل ساخت پالینام، چند روزی از راه اندازی این اپلیکیشن نگذشته ولی حمله های سایبری سنگین علیه این مجموعه راه اندازی شده است. بیژن کیان، مدیر اندیشکده آوای آزادی، میگوید در عصر اطلاعات و ارتباطات بهترین ابزار یک فناوری کارآمد است که بتواند در خدمت مردم ایران باشد. سه روزه که بردان‌های سایبری سپاه پاسداران سعی می‌کنند که ببینند که داستان این پالینام از اندیشکده آوای آزادی که بسیار نام آشنایی است برای اونها، برای اینکه می‌دانند که مأموریت اصلی اندیشکده آوای آزادی نیستش که برای اهداف خودش رقابت کنه یا اینکه سعی کنه اعتباری بگیره. اندیشکده آوای آزادی تمام اعتبار این جنگ حق بر علیه باطل رو به مردم ایران میده و تنها مأموریتی که برای خودش احساس میکنه پیروی از خواسته های برحق مردم آزادی خواه ایران هست. اینا بایستی بتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن و بتونن شناسنامه مشترک سیاسی ایجاد بکنن در این زمان. شرکت سایرن که ساخت و تولید پالینام را بر عهده دارد میگوید فرق عمده این اپلیکیشن با واتساپ، تلگرام، سیگنال و یا حتی دیسکورد در این است که سرور مرکزی ندارد و تمامی اطلاعات در اختیار کاربر است. این شرکت‌های بزرگ روی تمامی داده‌ها کنترل کامل دارند که قدرت زیادی برای سانسور به آنها می‌دهد و هیچ کس از سانسور خوشش نمی‌آید. در محیطی برخوردار از آزادی بیان باید بتوان از این آزادی برخوردار بود. فارغ از اینکه این شرکت‌ها خوب یا بد باشند، ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا دیگر حکومت‌ها باشند و به عنوان کارمند فناوری فعالیت کنند. اپلیکیشن ما این کنترل داده‌ها را به طور کامل به کاربر می‌دهد. شما می‌توانید سرور خود را هر جا می‌خواهید انتخاب کنید. شرکت سایرن که من چند سال پیش پایه‌گذاری کردم، هیچ کنترلی روی هیچ کدام از داده‌ها نداره. من نه دسترسی دارم، نه میتونم سانسور کنم و نه میتونم یک کاربر را حذف کنم. اندیشکده آوای آزادی میگوید با منابع محدود خود این پروژه را راه اندازی و اداره کرده و هیچ حامی مالی بزرگی را نپذیرفته و ترجیح میدهد با همان منابع موجود این مجموعه را اداره کند. پالینام در حال حاضر روی تلفن‌های هوشمند ویندوز و اندروید قابل نصب است.